اگه شما هم میخواید توی چند جلسه یه ریز پر خیلی عالی بزنید این جلسات رو با من همراهی کنید و تمرینات مو به مو انجام بدید سلام امیدوارم حال همگیتون خوب باشه همونطور که قبلا بهتون گفتم تصمیم دارن که یه سری جلسات رو در ارتباط با ریز پر براتون بذارم و این جلسات به صورت تمرینی باشه و با هم این تمرینات رو پیش ببرین تا دیگه شما هم بتونید ریز پر بزنید. فقط قبل اینکه تمرینات رو با هم شروع بکنیم من یه نکته رو بهتون بگم امکان داره بعضی تمرینات از نظر شما خیلی راحت باشه ولی اینم بگم قرار نیست که ما یه کار خارق ای انجام بدیم که بتونیم یه ریز پر بزنیم باید مو به مو آسه آسه تمرینات انجام بشه به مور زمان سختیش هم میره بالاتر و دیگه شما بعد میتونید ریز پرتون رو اجرا بکنید خیلی وقت نمیگیرم میریم سراغ فنیم. اولین تمرینی که باید انجام بدیم کششه خب با هم میریم انجام میدیم به این شکل که شما باید دستتون رو اینجوری رو به جلو نگه دارید موش آروم بکشید رو به پایین میخوایم با هم توی سه ست بریم ست اول ده بعد 15 و بعد 20 من تایمم میگیرم شروع همینجوری بکشید سعی که توی کشش بمونه بار اول یکم یک استراحت بکنید بذارید دست وقتی که به حالت نرمال برگشت بریم ست دوم ست دوم رو با هم استارت میزن قرار این دفعه 15 ثانیه بایسیم روی دست کاملا باید کشیده باشه و ساعت حالت انقباض داشته باشه خیلی عالیه دست رو حالت استراحت بدید بذارید دست آروم بشه از اولاد. و وقتی که باز آمادگی داشتید برید سراغ ست سوم که باید 20 ثانیه انجام بدید استارت میزنم کاملا روی دست بعد تاندونا کش بیاد ده ثانیه سعی کنی که تو طول تمرینی که داریم انجام میدیم ول نکنید دستو بسیار عالی دستو سرعت بدید بذارید یکم آروم بگیره و بعد میریم سراغ کشش بعدیمون کشش بعدی که باید انجام بدیم به این شکل که شما کف دستتون رو به بالاه و باید محکم دستو فشار بدید جوری که ساعدتون حالت انقباز پیدا کنه و سعی کنید که اصلا این انقباز رو رها نکنید بریم سراغ ست اولمون باید ده ثانیه باشه شروع نگه دارید اصلا ول نکنید ست اول خیلی عالی بود دست و یکم بذارید آروم بگیره و وقتی که دستتون آمادگی پیدا کرد بریم سراغ ست دوم استارت دقیق کنی که الان دست من حالت انقباز داره این ست پونزه ثانیه خیلی عالیه دست رو سعی کنید رها کنید و بذارید این ازولاد شل بشن که آمادگی برای ست بعدی رو داشته باشید ست بعدی هم 20 ثانیه است استارت میزنیم سعی کنید حالا وقتی که دارید حالت انقباز میدید به دستتون این مچتون یکم رو به جلو باشه که باز اون تاندونا کشیدگی روشون باشه 19 20 خیلی عالیه دست رو سرعت میدیم الان دیگه دست ما تقریبا گرم شده برای تمرینات اصلیمون ما باید در واقع در توی چندین مرحله بیایم این ریز پر رو بهش برسیم در واقع ما اول باید بیایم انگشتار رو تقویت بکنیم فرم دستمون رو بسازیم موج دستمون رو بسازیم بیایم هفت ریز و هشت ریز رو درست بزنیم و بعدها بازی یه سری تمریناتی که در جلسات آتی با هم خواهیم داشت به ریز پر دست پیدا کنیم بریم سراغ تمرین اول تمرین اول که ما میخوایم انجام بدیم برای تقویت انگوش اول میگم که به چه صورته و بعد استارت رو با هم میزنیم به این صورت که شما باید کف دستتون رو کاملا بچسبونید خب دست پایین روی صفحه تنبک و دست بالا کاملا ساعد روی تنه تنبک چسبیده و کف دست روی تنه و انگوش روی صفحه کاملا به این شکل چسبیده حالا باید دونه دونه انگشتاتون رو جدا کنید و بزنید روی صفحه تنبک. فعلا قدرتی اصلا نیاز نیست صرفا این یک تمرین برای تفکیک انگشت هاست میخوایم که بتونیم انگشت ها رو دونه دونه بهش تسلط پیدا کنیم پس فعلا قدرت نیازی نیستش دونه دونه انگشتی که مد نظرمون هست از انگشت یک به سمت انگشت چهار شروع کنید دو سه چهار یک دو سه چا؟ خب الان میخوام یه ست پنج دقیقه حتما این پنج دقیقه رو انجام بدید نگید حوصله سربره نگید نمیتونم باید بتونید صبور باشید تا بتونید به اون چیزی که میخواید دست پیدا کنید استارت میزنم اصلا قدرت مهم نیستش فعلا ما میخوایم انگشتی که مد نظرمونه رو بکشیم بالا خب انگوش دو سه معمولا با هم بالا پایین میشن برای یه سری از افراد ما این کار رو انجام میدیم که این تفکیک انگوشتا انجام بشه صرفا اصلا با قدرت کاری نداریم گفتم فقط تفکیک دو سه چا سعی کنید آروم هم بزنید ما چه تون بزنیم چه آروم بزنیم این پنج دقیقه انجام باید بشه خب چه بهتر که بیایم آروم تر بزنیم و دقتمون رو روی کار ببریم بالاتر که نخواهیم دست و پا شکسته تمرینات رو انجام بدیم یک دو سه چار یک دو سه چار دقت کنی که اصلا صدا حتی ممکنه نیاد حساس نباشی روی صدا اول باید فرم روی انگوشت شکل بدیم و بعد بیایم صدا رو قدرت رو ببریم بالاتر شما تا وقتی که فرم انگشتتون درست نشه اصلا نمیتونید اون چیزی که باید رو به درستی اجرا بکنید چار یک دو سه چار تازه یه دقیقه و نیمش رفته سه چار یک دو سه چار سعی کنید سرعت هم خیلی نبرید بالا دو سه چار یک دو سه چار یک دو سه چار سعی کن با تمرکز زیادم انگشتاتون رو از روی صفحه تنبک جدا بکنید چون اگر که بخوایم سریع انجام بدیم یا خیلی دست و پا شکسته این کار رو انجام بدیم امکان داره که چندتا تا انگوش با هم جدا بشن که ما اصلا نمیخوایم این اتفاق بیفته فقط همون انگوشت مد نظرمون بیاد بالا یک دو سه چار یک دو سه چار دقیق کنی وقتی هم که انگشت رو میاریم بالا و بعد باید بذاریم سر جاش روی صفحه تنبک باید بچسبه نه باید روی هوا بمونه کف دستتون رو به هیچ عنوان بلند نکنید و اصلا از مچ دست ما استفاده ای نمی کنیم نصفش تا الان رفته یک دو سه چار دست بالا هم سعی کنید توی جای قرار بگیره که انگشت ما اینجوری خم نباشن جلو و کل کف انگشتمون باید اصابت بکنه با صفحه تنبک فرق نمیکنه چه دست پایین چه دست بالا فقط بعد حواستون به موقعیت دست بالا باشه چون اگه دستمون عقب بگیریم باعث میشه که انگشتای ما از بند وسط خم بشه در صورتی که اصلا نباید هیچ خمیدگی ایجاد بشه نباید به این شکل باشه دو سه چار یک دو سه چار اگه اینو مرتب انجام بدید و اونطوری که بهتون گفتم مو به مو انجام بدید الان دیگه باید کف دستتون کم کم عرق کرده باشه چون که اصلا جدا نشده از صفحه تنبک یا تنه تنبک خب باید همینجوری انجام بشه سه چار یک دو سه چار یک دو سه چهار 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 کمتر از یک دقیقه مونده سه چهار یک دو سه چهار یک دو سه چهار یک دو سه چهار. یک دو سه چار یک دو سه چار تقریبا سی ثانیه سه چار یک دو سه چار قشنگ انگشتا رو دونه دونه جدا بکنید یک دو سه چار یک دو سه چار یک دو سه چا دستمون یک کم استراحت میدین توی حالت استراحت که دارید سر میکنید من میان تمنه بعدی رو بهتون توضیح میدم تمنه بعدی باید ضربه روی تنه تنبک باشه در واقع همون پنج دقیقه است و ببینید که به چه صورت با ضربه رو انجام بدین دقت کنید از دست راستمون شروع میکنیم یا اون دوستانی که دارن به پهلوی راست تنبک رو میگیرن باید با دست پایینشون شروع بکنن یک دقت کنید هم ح... حرکت انگشت ما داریم و هم حرکت موج و دقت بکنید که جفت است آزاده این برای اینه که حرکت موج هم تقریبا دیگه روی کار بیاریم چون ما هفت ریز و هشت ریزمون صرفا با انگشت نیست خیلی از اشتباهاتی که شما انجام میدید و باعث میشه که ریزتون اصلا پر نباشه یا صدایی نده و خیلی حواستون به این قضیه باشه و هم حرکت انگشت و هم حرکت موج. دقت کنی برش دستم یه چرخش خیلی ریز و یه ضربه نسبتا آروم چون دارید با لبه شست ضربه میزنید و خب چون که استخونه نمیخوایم آسیبی بهش وارد بشه صرفا نمادین که حرکت چرخشی هم روی دستمون جا بندازیم استارتو میزنم یک دو سه چهار پنج گفتم پنج انگشت سه چار پنج یک دو سه چار پنج یک دو سه چار پنج یک دو دقیق این حرکت موچه منو شما اصلا نباید حرکت موچتون رو حذف کنید یا اصلا دستتون رو محدود نکنید که مثلا روی تنه تنبک باشه جدا و بذارید حرکت موچ اتفاق بیفته یک دو سه چار پنج یک دو سه چار پنج یک دو سه چار پنج هم حرکت موچ من دارم الان و هم حرکت انگشت رو جداگونه نیستم که بگیم فقط موچ باشه یا فقط انگشت باشه نه جفتش با هم سه چهار پنج یک دو سه چهار پنج یک دو سه چهار پنج فعلا چون که هنوز توی جلسه اول هستیم ما خیلی با صدا کاری نداریم فعلا فقط میخوایم این انگشتا را بیفته و این جلسه اول رو که من دارم الان براتون ضبط میکنم شما باید یک هفته هر روز این تمرینات رو داشته باشید تا انشالله برای هفته بعد جلسه دومو آپلود بکنم پس درست معلوم دارم توی یک جلسه با اتون اینو کار میکنم ولی شما باید تا جلسه بعدی حتما اینا رو هر روز و توی همین زمانهایی که گفتم انجام بدید و اصلا از زمانش کم نکنید اصلا این کارو نکنید بذارید دست عادت بکنه به زمان زیاد دست رو نباید تنبل بارو برد یک دو سه چهار پنج 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 یک دو سه چهار پنج, پنج. دقت کنید که انگشتهامون خم نشه اصلا خم شدگی ما نباید روی انگشتامون ایجاد بکنیم کل کف انگشتمون باید اصابت بکنه الان به تنه تنبک یک دو سه چهار پنج و مهمتر از همه همون حرکت مچه که بهتون گفتم چون این تمرینی که الان داریم انجام میدیم بیشتر برای حرکت مچه تا روی دست ما جا بیفته یک دو سه چهار پنج یک دو، سه، چار پنج سه دقیقهش رفته. 4، 5، یک، دو، سه، چه، 5. یک، دو، سه، 4، 5، یک، دو، سه، چه، 5. حتی وقتی که زمانی برای انجام این تمرینات ندارید الان که داریم ما ویدیو رو ضبط می کنیم، ویدیو رو سیو بکنید و توی وقت مناسب هر موقع که موقعیتش پیش اومد حتما مو به مو تمرینات رو با من انجام بدید و حتی من پیشنهادم اینه هر روز که قراره این تمرینات رو انجام بدید این ویدیو رو پلی بکنید و با من تمرینات رو پیش ببرید که هم روی زمانتون پایبند باشید و هم نکاتی که میگم هی با هم مرور بکنید یک دو سه چهار پنج کمتر از یک دقیقه باقی مونده 4، 5، یک، دو، پنج یک دو سه چهار پنج یک دو سه چه پنج یک دو سه چه پنج یک دو سه چه پنج یک دو سه پنج. و دقتم بکنید وقتی که دارید ضربه یا با یک انگشت میزنید انگشت های دیگر رو کنترل بکنید که همراه با اون انگشت نیان پایین و ضربه نخوره در واقع ما فقط صدای یک دونه از انگشت رو میخواییم حتی اگر صدا نیمه باید حس بکنید که یک دونه از انگشته مد نظرتون بخوره نه بقیه انگشت ها یک دو سه چار پنج یک دو سه چار 5 این 5 دقیقه هم تموم شد دستار یک استراحت میدیم در حین استراحت من تمرین بعدی رو بهتون میگم توی تمرین بعدی خیلی نکته مهمی وجود داره و موج انگشتامونه دقت کنید همونطور که قبلا بهتون گفتم شماره گذاری انگشت ها به ترتیب از سمت انگشت کوچیک به سمت انگشت شسته یعنی میشه یک دو سه چار پنج یک دو سه چهار پن برای جفت دستمون پس شماره گذاری از سمت انگشت کوچک به سمت انگشت شست حالا باید به ترتیب همین شماره گذاری ما انگشت رو نسبت به هم شیب بدیم یعنی چی؟ اگر این الان یه سطح صاف باشه ها نسبت به این سطح صاف باید شیب توی یک شیب و ارتفاعی قرار بگیرن انگشت یک چون شماره یکمونه مونه پایین تر بعد دو و بعد سه و چهار. دقت کنید که این انگوش اصلا توی یک خط قرار ندارن چه اتفاقی میفته وقتی که توی یک خط قرار بگیرن؟ خب وقتی که میخوایم هفت ریز یا هشت ریز یا حتی بعدها ما بیم ریز پر اجرا بکنیم باعث میشه که این را با هم ضربه بخورن به صفحه تنبک و بعدا دیگه اصلا صدای چند تا انگشت نمیاد وسط این تمرینات اون دوستانی هم که میخوان تنبک رو به صورت خصوصی با من شروع بکنن میتونن داخل تلگرام کلمه شرایط رو ارسال بکنن و اینم بهتون بگم اون دوستانی که از طرف چنل یوتیوب میخوان داخل کلاس ها شرکت بکنن شامل سی درصد تخفیف ویژه توی ترم اول میشن پس این فرصت از دست ندید بلا فاصله بدون اتلاف وقت میریم سراغ تمنه اول استارتو میزنم با دست بالا دقت کنید یک دو سه چار انگشت دونه دونه به ترتیب همون شیبی که گفتم میخوره یک دقت کنید همون شیب مونده سه چار میاد بالا یک وقتی که انگوش یک رو میزنم انگوش شست هم داره اصابت میکنه یک دو سه چا یک دو سه چار یه بار دیگه از اول استارت کار رو میزنیم چون که داشتم بهتون توضیح میدادم پند دقیقه شروع شد یک سه چهار. دست میاد بالا یک دقت کنید شیب هنوز برقراره سه دست رو میکشیم بالا توی حالت بالا استراحت هم باز باید این شیب قرار, قرار داشته باشه روی دست های ما نه و این شیب رو به هم بزنیم در واقع وقتی که ما دستمون میاد بالا نیازی نیست کاملا دستمون صاف باشه فقط باید این بخش نرمی کف دست ما در مرز دید بیننده باشه یک دو سه چا دست رو میکشیم بالا و وقتی که با ضربه میزنیم ضربه اول دقت کنید که حرکت مچ هم وجود داره یک و وقتی که داریم ضربه اول می رو میزنیم شست هم میزنیم لبه تنبک برای اینکه شست ما سیخ نشه یعنی با صداش ما کاری نداریم صرفا برای سیخ نشدنه خب دو سه چا میکشیم بالا دقت کنید وقتی که ضربه میزنید انگشتی توی یک خط نباشه و اگر که بود سعی کنید اونو برطرف کنید و بعد ادامه بدید بکشید بالا یک دو سه چهار بکشید حالا شیب بر درست باشه یک دو سه چهار بکشید بالا یک دو سه چهار این شیبه خیلی مهمه در واقع این تمرینی که ما داریم با هم انجام میدیم برای اینه که این شیب و این حد فاصله روی دستای ما بمونه در واقع قالبش میخواین ساخته بشه سه چا میکشیم بالا یک دو سه چا یک دو سه چا همونطور که اول ویدیو هم گفتم امکان داره که از نظر شما این تمرین خیلی ساده و مبتدی باشه ولی باید از یک جایی بالاخره شروع بکنیم و برای ریز پر نیازه که همه این تمرینات به ترتیب همین تمریناتی که دارم بهتون میگم انجام بشه تا دست شما پخته بشه و به اینم فکر نکنید که الان خب مثلا من دو سال رفتم و نیازی نیست این تمرینات رو انجام بدم نه اگر که شما توی ریز پر مشکل دارید باید این تمرینات رو انجام بدید یک دو سه باز بکشید بالا شیب و نگاه کنید تواستون باشه و همونطور که گفتم سرعت رو اصلا بالا نبرید ما اگر سرعت رو ببریم بالا سرعت رو بیاریم پایین در صورت با همون پنج دقیقه رو انجام بدیم پچه به که آروم تر باشه و حواسمون به نحوه اجرای نوت ها باشه حواسمون به فرم انگشتامون باشه که خم نباشن شیبشون درست باشه انگشت بالا و پایین نباشن تو یک خط نباشن و به همه این نکات توجه بکنید و حتما حتما جلوی آینه کار بشه دو سه چه ما تا وقتی که خودمون فیل نگیریم یا جلوی آینه کار نکنیم هیچ وقت نمیتونیم ایپ های خودمون رو ببینیم به خاطر همینم هم هیچ وقت پیشرفت نمی کنیم. در واقع فقط داریم روی ترد میل میدونیم یک دو سه چه گفتم ضربه اول با کمک موچه بقیه انگشت رو نگاه کنید صرفا ضربه با انگشته یک دو سه چار یعنی من باز کف دست رو بلند نمی کنم هی ضربه بزنم از همون جایی که انگشتم وجود داره انگشت رو فرود میارم و می میچسبونم روی صفحه تون بک سه چار بکشیم بالا یک دو سه چار میکشیم بالا یه دقیقه دیگه فقط باقی مونده یک دو سه چار میکشیم بالا یک دو سه چار گفتم حواستون به شیب دست باشه چون خیلی اوقات پیش میاد که انگوش چار پایین تر باشه خب وقتی که انگوش چارمون پایین تر باشه باعث میشه که انگوش سه ما اصابت نکنه یا حتی وقتی هم اصابت بکنه همراه با انگشت چار بخوره به خاطر همین صدای پری نمیده دیگه هفته ریز ما و بعدها توی ریز پر هم به مشکل میخوریم پس شیب فاصله حتما رعایت بشه برای اینکه این شیب درست بشه انگوش چار رو بکشید پایین انگوشه یک انگوش چار رو بکشید بالا انگوش یک پایین و بین دو سر رو فاصله بدید یک دو سه چار یک دو سه چهار و سعی کنی حین توضیحات من داخل ویدیو شما این تمرینات رو انجام بدید فقط حواستون به توضیحات من باشه گوشتون با من باشه و حواستون به تمریناتی که دارید انجام میدید یک دو سه چهار خب وقتمون هم گذشته بود اصلا حواسمون نبود ایرادی نداره میریم سراغ دست پایین دقت کنید که دست پایین همون شیبه انگشت یک و 5 توی خط باشن اینو دقت بکنید برای دست پایین انگشت یک و پنج توی خط هم ولی اینجوری نباشه که بیایم شاخ درست بکنیم انگشت یک و پنج رو بکشیم جلو که حالا با هم بخورن نه کف دست ما کامل و صاف باشه و فقط یک شیبی ما داریم میدیم همون شیبی که بهتون گفتم یک دو سه چا خب این شیب باید رعایت بشه و انگوش یک و پنگ اینجوری سیخ نشن که بیان با هم بخورن استارت کار رو میخوایم با هم اجرا بکنیم بزنیم شروع شد یک دو سه چهار میکشیم بالا یک دو سه چهار میکشیم بالا یک دو سه چار. میکشیم بالا یک دو سه یک دو سه چهار همون نکاتی که برای دست بالامون اومدم گفتم همون نکات هم داریم باز یعنی باید اون شیب رعایت بشه انگشت توی یک خط نباشه و فاصله درستی انگشتا از هم داشته باشن یک دو سه چهار و اینجا دیگه نیازی نیست کف دست در مرز دید بیننده باشه فقط دست بالامون خب این دست صرفا مچ بیاد بالا تا جایی که قفل بشه کافیه یک دو سه چهار میکشیم بالا دقت کنی کل انگوش شست من داخل صفحه از بیرون صفحه نیستش و صرفا بخش کوچیکی از نرمی کف دست بیرونه برای اینکه وقتی که میخواییم هشت ریز رو اجرا بکنیم صدای هشت ریزو رو خفه نکنه. دو سه چهار ولی شست دقت کنید که کاملا داخل سه چهار میکشیم بالا یک دو سه چهار میکشیم بالا یک دو سه چهار میکشیم بالا یک دو سه چهار این جدا کردن خیلی مهمه سعی کنید حتما وقتی که انگوش آخر رو میزنید بکشید بالا و اون شیب رو روی دستتون حفظ بکنید یک دو سه چهار بکشید بالا و این شیب حفظ بشه و وقتی که داری ضربه اول رو میزنید امکان داره که انگشت دوتون بخوره باید سعی کنید جلوش رو بگیرید و صداش نیاد در واقع همون انگشتی که ما میخوایم صداش در بیاد و فقط باید بشنویم چا میکشید بالا یک دو سه چا میکشیم بالا تقریبا نصف تمنمون رفته دیگه فقط دو دقیقه و نیم مونده دو سه تا میکشیم بالا یک دو سه میکشیم بالا یک دو سه چهار. این شیبه خیلی مهمه حتما حتما حواستون به این شیب باشه تند اجرا نکنید و دقت کنید که ما داریم چند تا نیرو اعمال میکنیم خیلی ها میان سریع اجرا بکنن یک دو سه چار دارن با یک نیرو انگشتاشون های فرود میارن فقط یک نیروی اولی اعمال کرد نه ما برای هر انگشت داریم یک نیروی جداگونه اعمال میکنیم خب این خیلی مهمه برای تقویت انگشتا برای اینکه این فرم حفظ بشه انگشتا نیان توی یک خط قرار بگیرن انگوش وقتی که صبور باشن توی جای خودشون میمونن به وقتی که باید اجرا بشن اجرا میشن خب ولی وقتی که سرعت رو ببریم بالا باعث میشه که انگوش ما تقریبا بیان توی یک خط و دیگه خب اون ریز رو به ما نمیده میکشیم بالا یک دو سه چا یک دو سه چا یک سه چهار دقیق کنی من دارم پنج تا انگوش اجرا میکنم ولی توی چهار شماره انگوش یک و پنج من داره با هم اجرا میشه یک دو سه چهار بکشید بالا یک دو سه چهار بکشید بالا این همون دست بالا فقط ضرب اوله با موچه و بقیه انگوشت ها از همون جایی که هستن دارن ضربه میخورن به صفحه و دقتم بکنید دست ما دست پایین در واقع روی ساعت نه تنبک باشه دستمون بالا و پایین نباشه مچ و ساعت در واقع نباید هیچ زاویه با هم نسبت به هم داشته باشن یک دو سه چا میکشیم بالا. یک دو سه چار. فقط سی ثانیه باقی مونده دو سه چار. یک دو سه چار بکشید بالا یک دو سه چار بکشید بالا یک دو سه چار بکشید بالا یک دو سه چار یک دو سه چار خب پس این تمریناتو همیشه توی این هفت روز انجام بدید و نکات پایانی رو بهتون بگم این بخش حتما گوش بکنید اون دوستانی که دارن فشار زیادی روی دستشون میاره حتما با کنارشون یه کمپرس سردی باشه تا وقتی که این عضلات اذیت شد حین تمرینات بین تمرینات توی استراحتشون بیان با کمپرس سرد ماساژ بدن ما نمیخوایم این عضلات ورم بکنن خب بعد جلوی ورم کردنش رو بگیریم ما صرفا میخوایم انگشتا تقویت بشن و بتونیم بعدها یه ریز پر اجرا بکنیم پس سعی کنید که حتی اگر که فشار زیاد وارد میکنید این کمپرس سرد و کنارتون داشته باشید و روی جاهایی که داره درد میکنه روی عضلات بذارید تا ورمش بخوابه یا از ورم کردنش جلوگیری بکنید و سعی بکنید این ویدیو رو توی هفت روز نگاه بکنید و هر روز انجام بدید تا جلسه دوم رو با هم شروع بکنیم و نظرتون داخل کامنتها ها بیان بکنید تا اگر که اشتباهی هست برای جلسات بعدی برطرف بکنم خسته نباشید